سلام چاکر همه برارا. یکی از سوالات بسیار زیاد که پرسیده میشه میگن دود آبی سر صبح نشانه چیه؟ میخوام واقعا انتقال تجربه رو بهت بگم، یه چیز بگم یاد بگیری دیگه، نری میکانیکی بپرسی این دود آبی مال چیه. خیلی شیک روون مجلسی انتقال تجربه میدم بهت، حال کنی یه جوری بهت بگم. ببین روغن سوزی لاستیک ساق ذباب چجوریه؟ علت و علائم روغن سوزی لاستیک ساق ذباب چیه؟ این لاستیک ساق ذباب پیکانیه، من میخوام خیلی ساده بهت بگم. خب شما سر صبح که ماشین رو روشن میکنی یه دود آبی میده، وقتی موقع لاستیک ساق ذباب کلا خراب باشه، خشک روغن این لاستیک ساق ذباب که کلا خب به جا قرار داره، وقتی خشک است روغن رد میشه، سر صبح یه دود آبی میده، بعد وقتی که گرم میشه لاستیک ساق ذباب میچسبه قشنگ به خود سوپاپ، دیگه دود نمیده وقتی این لاستیک خراب باشه. حالا علایمش چیه؟ همون دود آبی سر صبحش خب که ماشین رو روشن میکنی، و اینکه از روغن تو روغن دیگه نیم لیتر، یا اگه خیلی وضعش خراب باشه دیگه یک لیتر کم میکنه، که نشانه علایمش هم گفتم دود آبیه. بس فهمیدی که چی گفتم؟ وقتی خرابه سرده ماشین لاستیک ساق ذباب بغل این به قول ما خب چسبیدی نیست، هم سر تو که روشن میکنی روغن رد میشه میاد سر بیسون دود آبی میکنه، وقتی ماشین گرم میشه میچسبه وقتی خرابه لاستیک ساق ذباب. این از این. حالا علائم یا خرابی رینگ و پیستون ماشین چیه؟ یه جوری که بگم، من جوری که خودم تو مغازم مکانیکی تست میکنم که طرف رینگ و پیستونش خرابه، آقا ماشین میاد رو چالم میگه ماشینم خیلی روغن کم میکنه، اولین کاری که من میکنم چیه؟ چهار تا شمشو باز میکنم. اگه از واشر قالپاق روغن ریزی نداشته باشه، خشک خوش باشه، چهار تا شمشو باز میکنم، تمیز میکنم، میبندم، میگم یه دور برو یه دو سی کیلومتری بیا، ماشین رو خاموش میکنه، چهار تا شمشو دوباره باز میکنم. اگه ببینم سر شم، میفهمی سر شم یه لحظه ببین، چهار تا شمعو که باز کردم ببینم سر شمع جای پلت و الکترودش خب روغنیه، مثلا دو تا خونش، خونه مثلا 1 و 4 یا 2 و 3، این سر شمع روغنیه یعنی خیلی وضعش خرابه رینگ پیستونت. حالا کم کردن روغنش چجوریه؟ از روغن تا به روغن ما میگیم 2 لیتر راحت کم میکنه، یا به قول ما یک سر دود میکنه، دود سیاه میکنه، دود آبی میکنه، غرقاتی روغن وحشتناک میسوزونه. یعنی شما 4 لیتر مثلا روغن بریزی سر ماشینت، یه 100 تا 120 میلی نیم لیتر کم میکنه، ریگ بیسون خراب باشه. بکن باید سر ماشین روغن بریزی همیشه هم دود میکنه. خیلی ساده، ببین این ریگ بیسونش خراب بود، من پیکانی بود، روایی بود، من عوض کردم واسش. خب ببینید کربونای سر پیستونو به خاطر سوخت نامرغوبی که اومده سر پیستونه و این رینگاش خورده میشه، پیستونش هم خورده میشه، فقط با میکرومتر یا همون ساعت تو میتونی بفهمی که چقدر خورده شده. علائم خرابی رینگ پیستون پس این شد، همیشه دود میکنه ماشینت، روغنم خیلی میسوزونه، خیلی خیلی. اینو بهت بگم و همین راحتی من بهت گفتم الان لاستیک ساق ذباب علت و علائم چجوریه و رینگ پیستون. و یه سوال دیگه هم خیلی میپرسن چیه؟ طرف میگه من داخله موتور ماشینم لجن شده، رفته تیبا خریده، قبلش از اون کسی آدمی که خریده طرف اعتقادی به روغن عوض کردن ماشینش نداشته، میذاشه 5000 تا بوده 9000 تا 10000 تا با خودش میرفته. بابا اون روغن رو باید تعویزش کنی، اصلا اعتقادی به تعویز فیلتر روغن نداشته، دیگه داخل موتورش لجن شده. دو تا گزینه وجود داره، شما میتونی اینو انجام بدی. ما گزینه اولو میگیم، خیلی باش حال نمی کنید. میدونی گزینه اول چیه؟ که شما توری اویل پمپ رو باز کنی با کارتلتو، شستشو بدی قشنگ، کارتلتو مشتی بشوری، از بالا گازوئیل بریزی بیاد پایین، این درصدی تمیز میشه، از 100% 60% تمیز میشه. ولی اگه میخوای چخچقی شکیل وحشتناک عالی تمیز بشه، شما باید سرسیلند رو باز کنی بدی به تراشکاری، بده تو دستگاه قید شورش قشنگ مشتی لاستیکای ساق ذباب خود ذبابت هم آب بندی کنه، یه واشر مشتی ببندی، کانالای آبت هم باز کنه تو کف سیلندرت،
کلن یه تمیزکاری مشکی کمی سیلند انجام بدی، سرسیلندت هم ببندی دیگه، کارترت هم قبل شدشو دادی یا موقعی که خود داری سرسیلند رو باز میکنی کارتر هم باز کنی شدشو بدی. با همین گزینه یک از دو از همه بهتره. شما کارتر رو دونه اونو تو باز کن، خب سرسیلند رو باز کن، بدی بره همه رو قچه شویی بشوره ببند. این جوابه، گرفتی چی گفتم؟ این جوابه که شما از لجن داخل موتورت خدافیزی کنی. گرفتی چی گفتم؟ دیگه راحت لجن داخل موتورت شستشو بشه، یعنی دیگه قشنگ خدافیزی باشه. آقا هر نکته‌ای داشتی در مورد روغن سوزی لاستیک ساکسپاپ یا رینگ و پیستون میتونی پایین همین ویدیو کامنت کنی. اگه ویدیو رو دیدی واقعا یه چیزی قشنگ یاد گرفتی، دارم بهت میگم مردانه وار به قول خودم اگه چخچقی یه چیزی مشی یاد گرفتی، خب لایک با این ویدیو رو بزن. حتما ویدیوهای قبلی رو هم نگاه کنید در مورد پژو، ریگ و پیستون، رو آر دی، پیکان، هر چی که تو بگی، نیسان، دیسکو صفحه پژو، تعمیر پژو، آبندی، همه رو گذاشتم داخل ویدیو. حتی تعویض لوله فری سم هم گذاشتم که خیلی اصلا بهش اعتقاد ندارن، عوض نمی‌کنن. حتما برو ویدیو قبل نگاه کن، سابسکرایب یادت نره. مخلص احمد طولی سلام.